رابطه یه پنهانی رها اعتمادی با دوست دخترش گوگوش رو شوکه و راهی بیمارستان کرد. دوستان عزیز به کانال نیوز تیوی خوش اومدید. لطفاً قبل از هر چیز روی کلمه سابسکرایب کلیک کنید و زنگوله کناریش رو فشار بدید و لایک و کامنت رو فراموش نکنید. رابطه یه پنهانی رها اعتمادی با دوست دخترش روشنا همه رو شوکه کرد و حال گوگوش رو وخیم کرد. رابطه این رها اعتمادی و خانم گوگوش از زمانی در انگلیس شروع شد که پدر رها اعتمادی با دوز و کلک سعی کرد که به نوعی مغز گوگوش رو به کار بگیره و توسط پسرش بتونه با گوگوش رابطه نزدیکی داشته باشن و در نهایت وارد خونه زندگی گوگوش بشن و اموال او رو تسخیر کنند. در نهایت نقشه پدر رها عملی شد و رها اعتمادی تونست به آسونی مخ گوگوش رو بزنه. در ابتدای رابطه گوگوش با رها اعتمادی، رها دوست دخترهای متعددی داشت که بعد از ارتباطش با گوگوش برای اینکه واقعا بتونه مخ گوگوش رو بزنه تمامی ارتباطاتش رو با دختران به نوعی قطع کرد و در واقع سعی کرد بیشتر تایمش رو در اختیار گوگوش باشه و از همین طریق هم تونست اعتماد خانم گوگوش رو جلب بکنه. رابطه اونها تا جایی پیش رفت که خانم گوگوش حتی به خاطر رها اعتمادی به پسرش فحاشی کرد و زد در گوش پسرش و پسرش رو از خونه زندگیش انداخت بیرون و حتی به خاطر رها اعتمادی و با توجه به امر و حرف رها اعتمادی و پدر رها تنها فرزندش و دو تا نوه‌هاش رو از خونه و آپارتمان خودش در امریکا انداخت بیرون و اونها بی خانمان شدند و در نهایت این خانم گوگوش بود که بازنده بود، نه پسرش، بلکه آقای قربانی به عنوان پدر فرزند خانم گوگوش نذاش که پسرش و نوه‌هاش راهی کوچه خیابون بشن، چون در اون زمان پسر خانم گوگوش هیچ پولی برای اجاره خونه نداشت و تنها امیدش پدرش قربانی بود که در نهایت آقای قربانی با آغوش باز پسرش و نوه‌هاش رو وارد خونه زندگیش کرد و بعد از مدت‌ها زندگی کامبی در کنار پدرش او موفق شد که برای خودش شغلی داشته باشه و در نهایت با پسندازی که داشت تونست یک خونه اجاره بکنه. خانم گوگوش در افشاگری هایی که به دروغ بر علیه فرزندش کرد به خواست رها اعتمادی و پدر او سعی کرد که پسرش رو تخریب و نابود بکنه و خیلی از نزدیکان گوگوش به او انتقاد کردند و گفتند بهتره به خاطر یه عشق نامشخص و یک عشق ناجورت به رها اعتمادی پلای پشت سرتو خراب نکنی. اما خانم گوگوش گوشش به این حرفا بدهکار نبود، که فقط چشاش عشقش به رها اعتمادی رو میدید و اصلا نمیخواست راجع به رها اعتمادی حقیقتها رو بشنوه و واقعیتها رو ببینه و در نهایت کاری شد که نباید میشد. خانم گوگوش بعد از تور خداحافظی متوجه خیانت رها اعتمادی به خودش میشه و در نهایت رها اعتمادی دوباره وارد رابطه با دوست دختر سابقش روشنا میشه و حالا که گوگوش هیچ قدرتی در دستش نداره و همه مال و اموال و زندگیش رو اختیاراتش رو داده دست رها اعتمادی، دیگه نمیتونه به رها بگه که چرا با اون دختر وارد رابطه شدی یا اصلا چرا داری به من خیانت میکنی و با یک زن یا دختر دیگه همخوابه شدی. و جالبه بدونید که رها اعتمادی که در پشت صحنه همیشه سالهای قبل سعی میکرد یک ویدیویی از رفتار عشق‌آمیزش با گوگوش داشته باشه و بگه من و گوگوش واقعا عاشق هم هستیم، این روزها در کنار اعضای تیم خانم گوگوش تو میتونه به او فحاشی میکنه و به او بی احترامی میکنه،
فحاشی ها و خشم و خشونت رها اعتمادی نسبت به گوگوش تا جایی پیش رفته که دوتا از بادیگارد های خانم گوگوش که دوقلو هستن هم به رفتارهای زشت رها اعتمادی به گوگوش واکنش تندی نشون دادن و ارتباطاتشون رو با رها اعتمادی محدود تر کردن و این روزها سعی می کنن در کنار علی کریمی فوتبالیست مشهور کشورمون باشن. خانم گوگوش متاسفانه در عالم انزوای خودش و عشق یک طرفه خودش بد جوری گرفتار شده و حالا نه راه پس داره نه راه پیش و متاسفانه خیانت رها اعتمادی به گوگوش به او حسابی آسیب روحی و روانی وارد کرده و در این مدت خانم گوگوش بارها در بیمارستان اعصاب و روان بستری شده و از طرفی هم رها اعتمادی در پشت صحنه چندین بار خانم گوگوش رو هل داده و متاسفانه دست خانم گوگوش هم سر همین قضیه در کنسرت استانبول آسیب دیده بود. اختلافات رها اعتمادی و گوگوش تا جایی پیش رفته که حتی گوگوش نمیتونه به جرم کلاهبرداری از رها شکایت بکنه، چون رها مدت هاست که به عقد خانم گوگوش در اومده، یا بهتر بگم گوگوش به عقد رها اعتمادی در اومده و در نهایت تا گوگوش چیزی رو یا اسناد محکمه پسندی رو از خیانت رها اعتمادی به خودش در دادگاه ثابت نکنه نمیتونه از رها جدا بشه. و از طرفی هم رها اعتمادی با زیرکی و باهوشی خودش تمام اموال گوگوش رو از چنگ گوگوش در آورده و به نام پدرش یعنی حسن اعتمادی کرده و به اونجا یک فکر کرده که اگه یک روز بخواد از گوگوش طلاق بگیره دادگاه نمیتونه اموالی رو که در واقع رها از گوگوش گرفته و به نام خودش ثبت کرده نصف این اموال رو دوباره به گوگوش برگردونه و به همین خاطر رها اعتمادی تونسته با پولهای گوگوش یک ساختمان بسیار لوکس و گرانی رو در یک منطقه گران قیمت بخره و در واقع شبکه بزرگ خودش رو راه اندازی کنه با مدیریت پدرش و در نهایت این چنین با اخاذی و کلاهبرداری تونست هم به منافع مالی خودش دست پیدا بکنه، هم گوگوش رو افسرد و بیمار کرد و راهی بیمارستان کرد و هم تا میتونست توسط دوست دختر سابقش بعد از سالها دوباره به گوگوش خیانت کرد. دوستان عزیز، لطفا نظراتتون رو راجع به رها اعتمادی و حضورش در زندگی خانم گوگوش بنویسید. آیا گوگوش واقعا حقشه که این همه بهش خیانت بشه از طرف شوهرهاش؟ آیا مقصر اصلی خود خانم گوگوشه یا شوهرهای زندگیش که در واقع وارد زندگی گوگوش می شدن و مال و اموال او رو بالا می کشیدن؟ آیا این همه ظلم حق گوگوشه یا نه؟ نظراتتون رو در قسمت کامنت ها بنویسید، ویدیوهای ما رو ببینید، لایک کنید، در قسمت سرچ یوتیوب نام کانال نیوز تیوی رو سرچ کنید، وارد کانالمون بشید، ویدیوهامون رو در فیسبوک و توییتر در گروه های ایرانیان و فارسی زبانان کشورهای آمریکا، استرالیا، کانادا، بلژیک، آلمان و سوئیس و دانمارک و نروژ و انگلیس و فرانسه و سایر کشورها و شهرهای مختلفشون لطفاً شیر کنید. ممنون که با ما همراه بودید. تا یک ویدیو دیگه، شب و روز بر شما عزیزان خوش.